روش وجود داره که توی در واقع اینترفیس یا رابط کاربری ویری برای رویت اینجا جمع شده. یه دونه ویری سان داریم و یه دونه دام لایت داریم. حالا اینم که نو لایت دیگه که حالا نور طبیعی نداشته باشیم که خب قاعدتا میخوایم داشته باشیم. پس دو روش وجود داره، یه دونه ویری سان یه دونه دام لایت. این به صورت پیشفرض روشن هست، یعنی شما هر پروژه توی رویت کار بکنید و ویری رو روشن بکنید و میبینید که خب ویریسان اینجا به صورت پیشفرض روشنه. پس تیپ اول نورپردازی طبیعی توی ویری به صورت پیشفرض روشن هست، یعنی ما نور خورشید و نور آسمان رو در واقع به صورت پیشفرض داریم. اینجا هم نوشته توی توضیحاتش uses ویری سان and sky system as an environment lighting. The sun position setting are taken from Revit. که با توضیح که حالا دوستانی که اگر یه خوده انگلیسیشون هم خوب باشه متوجه میشن که حتی توضیح داده که برای در واقع تنظیم این نور خورشید هم از همون پوزیشن ستینگی که توی خود رویت هست باید استفاده بکنید. حالا اگر بدونید کجاست که خب اوکیه، ولی خب من بازم بهش اشاره میکنم که چجوری در واقع تنظیماتی که مد نظرم اون هست رو اعمال میکنیم. اما بیایم سراغ این که در واقع مگه نشون بدم تا اینجا یه توضیح اول خدمتتون بدم. اینو ببینید این پروژه‌ای که ما داشتیم یه خورده شاید تغییر توش ببینید، به خاطر اینکه یه فاصله ای افتاد بین جلسه پنجم و ششم ما و متاسفانه فایل من از بین رفت و من در واقع مجبور شدم همه کارا رو از صفر انجام بدم، یعنی آبجکت دوباره گذاشتم و همون متریال ها رو دوباره ساختم، اما تا که با هم دیگه ساختیم رو دوباره ساختم و عرضم به حضورتون که اگر که من دارم روی این صحنه تست رندر میگیرم تعجب نکنید که حالا چرا یه خورده تغییر کرده، یه مقدار یه کوچولو تغییر شاید کرده باشه ولی اونقدر نیستش که خیلی بخواد اذیتمون بکنه. هرچند که من درباره اینچ به اینچ این صحنه دربارش با هم صحبت خواهیم کرد و همه کارهایی که تو این صحنه انجام دادم رو خدمتتون آموزش میدم و با هم دیگه بریم جلو تا این پروژه کامل تکمیل بشه و حتی به سراغ انیمیشن هم خواهیم رفت. پس دیگه ما فعلا تست رندرامون رو روی این صحنه که شاید یه مقدار تغییر کرده باشه داریم میبریم جلو. همون پروژه است، منم همون متریال رو ساختم و کاری خارج از اون نکردم. حالا به بحث آبجکت ها هنوز نرسیدیم که من بخوام اشاره کنم که توی جلسات ایشالا اگر توی نور طبیعی توی همین جلسه تمام بشه که میشه جلسه بعد که من آبجکت ها رو خدمتتون بگم، اگر نه که توی دو جلسه بعد آبجکت ها، یعنی در واقع تایتل بعدیمون تیتر بعدیمون آبجکت ها هستن که روش های مختلفش رو میگیم و چجوری سورساش کجاست و از کجا پیدا بکنیم. پس در واقع این میشه فعلا صحنه. حالا ما الان دیگه شروع کردیم که دیگه تست رندر بگیریم از کار. تست رندرامون رو گفتیم، حالا ما برای متریال سازیمون از ویژن استفاده میکردیم که یک قابلیتی هستش که توی ویری رویت، اسکچ‌آپ و راهینو وجود داره و خب حالت خوبی هست. البته این نکته رو بهتون بگم، شاید خیلی از دوستان در واقع بگن که این ویری ویژن براشون کار نکنه و خب بگن که خب چرا برام با کار رو میکنه. دلیلش این هستش که ببینید ویژن با کارتگرافی کار میکنه و دوستانی که حالا لپتاپ های متوسطی دارن و یا سیستم هایی دارن که کارتگرافی که خیلی قوی نداره یا کارتگرافی حتی ممکنه نداشته باشه، چون یه سری از سیستم ها یک گرافیک داخلی دارن روی چیپست سی پی یو شونه اگر اشتباه نکنم و کارتگرافی مجزا یعنی ندارن و صرفاً اون گرافیکه برای دیسپلی کار بیشتر، برای نمایش تصویرشون هست و اینجوری نیست که شما بتونید استفاده در واقع نرم افزاری ویژه‌ای ازش بخواید بکنید. بنابراین دوستانی که کارت گرافیک خوبی دارن میتونن از این ویژن استفاده بکنن. اگر که کارت گرافیک ندارید و سیستم متوسطی دارید، در واقع اون تست رندر هایی که من برای متریال ها داشتم میگرفتم و شما مجبورید با رندر اینتراکتیو بگیرید که با سی پی یوتون کار بکنه که بتونید ببینید نمایش اون تغییرات متریالی که دارید انجام میدید. چون رندر اینتراکتیو تا الان متوجه شدید دیگه که در واقع اینتراکتیو دیگه، یعنی شما تو صحنه بچرخید یا متریال رو عوض بکنید یا نور رو عوض بکنید همون لحظه عوض میشه.
دیگه این رو میذارید روی اینتراکتیو باشه، اون ور داره برای خودش رندر میگیره، شما هر تغییری توی متریالتون بدید اون ور میتونید ببینید. اینو گفتم نکته رو بگم برای دوستانی که خب اصلا نمیتونن از ویژن استفاده بکنن. اما الان که دیگه پروژه به در واقع جایی رسیده که ما دیگه بحث نورمون هست توی صحنه و متریالمون هم کامل شده، دیگه میتونیم دیگه از ویژن دیگه فاصله هم بگیریم و با توجه به اینکه من آبجکت های صحنه رو هم کامل کردم که حالا میگیم آموزش میدیم اینا، ولی فعلا الان آبجکت های صحنه من کامله، پس صحنه هم خیلی سنگینه، ویژن حتی نمیتونه دیگه این صحنه با حتی در واقع با کارتیگرافیک من که کارتیگرافیک حالا خیلی ضعیفی هم نیست دیگه نمیتونه به نظرم هندلش بکنه، یا اگر بتونه هندلش بکنه خیلی اذیت میشیم. دیگه از رندر اینتراکتیو استفاده میکنم که دیگه از سی پی یو استفاده بکن. حالا این رندر اینتراکتیو رو که شما میزنید دیگه رندر لایو دیگه، توی جلسه گذشته که داشتیم کادر بندی انجام میدیم کامل متوجه این قضیه شدید، هر تغییری بدی تغییر میکنه. منتها برای اینکه ما در واقع بتونیم استفاده مناسبی ازش بکنیم، نمیدونم من حالا چون یه فاصله ای افتاد بین جلساتی که یه مرور کردم یکی دوبار من ندیدم.